کتابخانه متحرک دوباره به راه افتاده است. کتابخانه اتوبوسی، ابتکاری جالب در آلمان برای رساندن کتاب به مناطقی از این کشور که سکنشان کم است و جیبشان و کتابخانه هاشان خالی است. ابتکار اولین کتابخانه متحرک باز می‌گردد به 50 سال پیش. شعار پیشگامان این حرکت فرهنگی هم این بود که خواندن حق همه است و نه فقط حق شهری ها با کتابخانه های پروپیمانشان. انگیزه و روش فعالان در این نوع کتاب رسانی هم نیم قرن است که بر همون مهر و نشان است که بود. اتوبوسی با 4500 جلد کتاب شهر به شهر به دنبال خواننده. کتاب ها را قرض می کنند و بار بعدی که اتوبوس می آید پس می دهند. قرض کردن مناسب تر از خریدن است. 50 سال است که شهروندان آلمانی از این ابتکار استقبال می کنند. هلموت ویدمان مدرک کتابداری دارد و 19 سال است که به مردم کتاب می رساند. Natürlich macht riesen Spaß. توی این شغل به کسی که با دیگران راحت رابطه برقرار میکنه و اهل کتاب و کتابخونی هست خیلی خوش میگذره. محسن‌ترین مشتری هلموت در این شهر کوچک که راستشتاد نام دارد آقای هازال است با 91 سال سن که با یک سبد پر از کتاب به خانه برمیگردد برای خودش و همسرش. آقای هازال تعریف می کند پیشتر که وضعیت جسمی همسرش بهتر بود او کتاب ها را قرض می گرفت و به خانه می آورد و بیشتر هم رمان های آلمانی. فرقی نمی کند رمان باشد یا کتاب درباره موضوعات جدی، کتاب داستان برای بچه ها باشد یا نوار قصه و سی دی. در کتابخانه متحرک همه آنچه که در یک کتابخانه معمولی می توان یافت پیدا می شود. مقررات قرض کتاب هم فرقی با کتابخانه های دیگر ندارد. بارکد کتاب اسکن می شود و مشخصات آن در کامپیوتر ثبت. حق عضویت بزرگسالان در سال 19 یورو است. برای بچه ها و جوانان هم همه چیز مجانی است. پیش از ظهر به دبستانهای بادن بادن سر میزنیم. بچه ها رو به کتابخونی تشویق میکنیم. بچه ها میان اینجا توی اتوبوس و کتاب قرض میکنند. رشد مشکلات اقتصادی در آلمان کتابخانه هایی را که 50 سال است برای جنگ با فقر فرهنگی میرانند محبوب تر کرده است.